سلام به یک و یک اجزای دل کمین، اکنون برنامه ما را بیننده هستند. این بار ما سمیر مجروح بازم با یک خبر خوش، با یک نوآوری جدید در خدمت شما ایزا قرار گرفتیم. آرزوی صحتمندی و سرحالی شما را دارم. یک کهکشان سپاس ایزای دلم که برای دن ما را انتخاب میکرد. ما هم همواره تلاش مایی است که تا بهترین ها، جذابترین ها، داخترین رویدادهای افغانستان را تقدیم شما ایزان بسازیم. خبر خوش جدید امروز ما برای شما ایزان ای است که قرار است در افغانستان در کابل زیبا یک میدان هوایی دیگر هم داشته باشیم. میدان هوایی بین المللی کابل بود از زمان حامد کرزی. قبل از دوره حامد کرزی هم اینجا میدان هوایی وجود داشت، ولی استاندارد نبود. در زمان ریاست جمهوری دکتر حامد کرزی یک مقدار بازسازی شد و تا هنوز هم به حیث با استانداردترین میدان هوایی در سطح افغانستان ما ازش استفاده میکنیم. خوشبختانه قرار است با مشارکت و دوستی کشور دوست ما ترکیه یک میدان هوایی جدید هم داشته باشیم. یک بحثی معلوماتی در رابطه به این گزارش امروزی و در رابطه به سرمایه گذاری ترکیه برای شما ایزانم آمده ساختیم. از شما ایزانم دعوت میکنم با ما باشین، این بحثی معلوماتی را تا آخر دنبال بکنه. دوباره من سمیر مجروح در خدمت شما ایزان قرار میگیرم و چند ناگفته برای شما ایزان دارم. پس از شما ایزان دعوت میکنم تا آخر برنامه با ما باشین. سرمایه گذاری میلیاردی ترکیه در صنعت هوانوردی و پروژه های افغانستان. اخیراً وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی از علاقمندی و آمادگی سرمایه گذاری ترکیه برای سرمایه گذاری در بخش های چون تولید برق، ساخت و ترمیم میدان های هوایی و پارک های صنعتی افغانستان خبر داده است. معین این وزارت در دیداری که روز قبل با تجار علاقمند ترکی برای سرمایه گذاری در افغانستان داشت، تاکید بر آن نمود تجارت و صنعت به عنوان رشته های جدا از سیاست هست. نباید هیچگاه تحت فشار اوضاع سیاسی قرار گرفته و قربانی این اوضاع شود. وی همچنان خطاب به سرمایه گذاران علاقمند بیان داشت که سرمایه گذاری ترکیه من حیث یک کشور متحول در حوزه های مختلف اقتصادی افغانستان در بهبود و تقویت روابط بازرگانی میان دو کشور خیلی مهم و خطی می باشد. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت در بیانیه گفته است که در این دیداره که میان معین وزارت صنعت و سرمایه گذاری ترکیه برگزار گردیده بود، تجار جمهوری ترکیه آمادگیشان را برای سرمایه گذاری در میدانهای هوایی افغانستان، سکتور تولید برق، شهرکهای تجارتی و پارکهای صنعتی اعلام داشتند. آگاهان امور نظرات مثبتی نیز در این باره داشتند و همچنان تعاملات اقتصادی کشورها با افغانستان را در جذب سرمایه گذاری و عملی سازی پروژه های توسعه‌ای یا زیربنایی در کشور سودمند و با اهمیت می خوانند. ترکیه بر اساس موقعیت جغرافیایی مناسب و پرسود اقتصادی بر مبنای قرار داشتن میان قاره آسیا و اروپا که دارد، با سرمایه گذاری زینف افغانستان تاثیرات مثبت اقتصادی زیادی را متوجه کشور عزیزمان می کند. چنانچه اتاق تجارت و سرمایه گذاری گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای اروپا را مشهور به افزایش میزان داد ستود کشور با کشور دوست ترکیه می داند و یا تاکید بیشتر به این دارد که روابط با ترکیه را نیز مهم برای این امر می خواند. میرویس هوتک رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است که فعلا ما باید روی این بحث کنیم که مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی ما چگونه باید حل شود. بعدا قادر خواهیم بود که به ترکیه و در قدم دوم به اروپا وصل شویم. قبل از این نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدارش با سفیر ترکیه برای افغانستان روی توسعه روابط دوجانبه
برگزاری نمایشگاه و غرض معرفی صنایع تولیدات دو کشور، تسهیل اخذ ویزا برای تجار افغانستان، ایجاد یک مرکز فعال دائمی صادرات قالین افغانستان به کشورهای اروپایی بحث و گفتگو نموده بود. با گفته سخنگوی وزارت صنعت آقای عزیزی از انقره خواست تا در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در رابطه به همین رخدادها ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی در بیانیه ترکیه را یکی از کشورهای مهم در منطقه توصیف نموده و خواهان روابط تجاری خوب با این کشور شده است. این در حالی هست که گزارشات وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی انجام داد ستود وسیع با ترکیه را به ارزش 100 میلیون دلار در سال 2023 میرساند که به اساس این گزارش ها از این میان 23 میلیون دلار آن صادرات کالاهای مختلف افغانستان بوده است و متبقی واردات از ترکیه از طریق راه های ترانزیتی مختلف بوده است. همچنین این ابزار علاقه‌مندی از سوی سرمایه گذاران ترکی به دنبال اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی کشور ترکیه بوده است، چنان که ترکیش ایرلاین از جمله شرکت‌های هوایی بوده که پس از سقوط رژیم قبلی افغانستان از اوایل سپتامبر سال قبل پروازهایش را به دهلیزهای هوایی افغانستان اثر گرفته است. ممنون از اینکه تا آخر بیننده کانال ما بودید. اگر علاقه‌مند ویدیوهای ما هستید کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، بدرود. یک کهکشان سپاس عزیزای دل که تا آخر برنامه ما رو همراه بودیم. خوشبختانه خوشبختانه با سرمایه گذاری کشور ترکیه افغانستان میتوانه اینک یک میدان هوایی جدید دیگه هم داشته باشه، در ضمن میدان هوایی شهرک های جدید و همچنان پارک های تفریحی. خدا هم خیر بده اینمی تجار و مسئولی و کسایی که از کشور ترکیه و افغانستان آمدین و سرمایه گذاری کردن در افغانستان. خدا هم یار خیر نصیب بسوده. با این گونه قدم های محکم استوار به سمت خودکفایی، به سمت آبادانی که افغانستان در این اواخر میگذارن، روزای خیلی خوب و روزای روشن و روزای عالی در انتظار افغانستان است. هر افغانی که بازسازی ها را ببینه، این نوآوری ها را ببینه در افغانستان، امیدش به افغانستان بیشتر و بیشتر میشه. بخصوص در کابل زیبا هم وطن های عزیز ما، کسایی که کابل نشین هستن، در کابل به پارک های تفریحی خیلی نیاز بود. هم وطن های عزیز ما که خسته میشدن و حال دلشان گرفته میشد، یک پارک تفریحی، یک فضای مناسب وجود نداشت. اگر وجود هم داشت بسیار کم بود. خوشبختانه با سرمایه گذاری ترکیه این محدودیت از افغانستان و از کابل دیگه دور میشه. میتونیم پارک های تفریحی خیلی مقبول و خیلی طبیعی در داخل کابل داشته باشیم. امیدوار هستیم این پروژه به زودترین فرصت تکمیل شه و شاید بهره برداری پروژه هم باشه. یک روز بر شما ایزان از این دوربین خبر خوش آمدتون که پروژه که کشور دوست ما ترکیه بر افغانستان داشت و بهره برداری سپرده شد. فلان موقعیت، فلان 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 موقعیت پارکا و در فلان موقعیت هم میدان هوایی، در فلان موقعیت زیبای کابل هم شهرک زیبای بنا شده. آرزومند هستیم این پروژه به زودی تکمیل شد. با تکمیل شدن و شروع پروژه بر اقتصاد افغانستان خیلی خیلی مفید است و اوضاع اقتصادی افغانستان دگرگون می‌سازد. یک نو، یک رویه، یک تصویر جدید برای خود می‌گیره. زیاد پر حرفی نمی‌کنم عزیزای دل، چون وقت برنامه ما هم به اتمام رسیده. اگر می‌خواین همین گونه ویدیوهای ناب و عالی ما بر دست شما قرار بگیره، کافی است که کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید، با دوستانتان به اشتراک بگذارین و همچنان نظراتتان در رابطه با این ویدیو بر ما ایشان در کامنت بنویسین. نقد و نظرات شما ایشان بر ما قابل قدر است. تا دیدار بعد، الله نگهدار.